سلام بچه ها کتابی که از کتاب خونه که انتخاب کردیم اسمش هست سگی که کتاب ها را دوست داشت نویسنده لوئیس ییتس مترجم، پیام ابراهیمی به نام خدا، سگی که کتاب ها را دوست داشت. این سگ کتاب ها را دوست داشت او بوی کتاب ها را دوست داشت. او دوست داشت به کتابها دست بکشد. او همه چیز کتاب ها را دوست داشت. او آنقدر کتاب ها را دوست داشت که تصمیم گرفت یک کتاب فروشی باز کند. او کتاب ها را از توی جبه بیرون آورد، بسته آنها را باز کرد و همه را برای روز بازگشایی کتاب فروشی روی هم چید. وقتی بالاخره روز بازگشایی فرا رسید، دوش گرفت، موهایش را شوهار کشید و بینیش را گرفت. بعد در را باز کرد تا با مشتریهایش جشن بگیرد. اما هیچ کس آنجا نبود. برای همین سعی کرد خودش را مشغول کند و بعد خانمی وارد کتاب فروشی شد و گفت من یک چای با شیر و شکر می خواهم سگ جواب داد متاسفم اینجا یک کتاب فروشی است و من فقط کتاب می فروشم خانم ناراحت شد و از آنجا رفت سگ تنها شد او صبر کرد و صبر کرد تا اینکه مردی به کتاب فروشی آمد تا از اون نشانی جایی را بپرسد. وقتی مرد رفت، سگ خیلی غمگین شد. اما نه خیلی زیاد. او تصمیم گرفت بیشتر از این منتظر نماند. یک کتاب از توی قفسه در آورد و شروع به خواندن کرد. وقتی کتاب میخوان فراموش کرد که منتظر بود. وقتی کتاب میخواند فراموش کرد که تنها بود. وقتی کتاب میخواند فراموش کرد که توی کتاب فروشی نشسته بود. وقتی آن داستان تمام شد، سگ کتاب دیگر از سوی قفسه ها بیرون آورد. ماجرای تازه شروع شد و اینجوری سگ در دنیای دیگری بود تا اینکه دختری به مغازه آمد و از روی کتاب خواست. سگ میدانست که چه کتابی باید به او پیشنهاد بدهد. کتاب سگی که کتاب را دوست دارد. او بیشتر از هر چیزی دوست داشت که دیگران هم کتابهایش را بخوانند.